کشته شدن 32 جنگجوی طالبان در غزنی. اشرف غنی: املاک دولتی را از غاصبان پس میگیریم. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. اشرف غنی: املاک دولتی را از غاصبان پس میگیریم. اشرف غنی رئیس جمهوری کشور میگوید که غصب تاریخ ندارد و باید بر اساس دین و قوانین افغانستان املاک دولتی از غاصبان پس گرفته شود. او غاصبان املاک دولتی را دزد نسل آینده کشور عنوان کرده تاکید کرده است که املاک دولتی را از غاصبان پس میگیریم. ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه پنجشنبه هفته حدود گفته است که رئیس جمهوری این موضوع را در کنفرانس ملی قضایای دولت مطرح کرده است. آقای غنی با اشاره به اینکه املاک دولتی آینده انکشاف افغانستان را تضمین میکند گفته است که هر قضیه غصب جدی بررسی می شود و به گونه واضح و اساسی دوباره برگردانده می شود. رئیس جمهور همچنان گفته است که وزارت عدلیه باید تمام دوسیه ها را برکی بسازد تا مردم بتواند به موقع در جریان هر قضیه و انکشاف و نتایج آن قرار بگیرند. از سوی هم فضل احمد معنوی وزیر عدلیه گفته است که این وزارت باید جای خیش را در زنجیره عدالت پیدا نماید. او تاکید کرده است که در این زمینه جلوگیری از غصب املاک دولتی تسلیم هیچ نوع زورمندی نخواهد شد. او تصریح کرد که این کنفرانس به منظور تسریع روند اصلاحات در وزارت عدلیه برگزار شده است. کشته شدن 32 جنگجوی طالبان در غزنی. وزارت دفاع ملی میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی اندر ولایت غزنی 32 جنگجوی طالبان کشته شده و 10 تن آنها زخم برداشته است. وزارت دفاع ملی پنجشنبه هفته حدود در اعلامیه گفته است که نیروهای امنیتی روز گذشته عملیات را در ساحه آرزو خرد و آرزو کلان ولسوالی اندر ولایت غزنی راه اندازی کردند. وزارت دفاع افزوده که در این عملیات مقدار اسلحه و مهمات طالبان و همچنین یک موتر بم گذاری شده این گروه که برای هدف قرار دادن افراد ملکی و نظامی آماده شده بود نیز تخریب شده است. کشته شدن 7 نیروی طالبان در زابل و قندهار. وزارت دفاع ملی همچنان در اعلامیه دیگر از کشته شدن 7 جنگجوی طالب در ولایت‌های زابل و قندهار خبر داده است. در اعلامیه وزارت دفاع آمده است که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در شهر قلات مرکز زابل 4 طالب کشته شده و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. این وزارت افزوده است که در یک عملیات دیگر نیروهای امنیتی با حمایت قوای هوایی در ولسوالی ارغنداب و میوند 3 جنگجوی طالبان کشته و مقدار اسلحه و مهمات این گروه تخریب شده است. طالبان و القاعده: اتحاد برای جنگ، جدایی برای صلح. علی موسوی، تحلیل از خبرگزاری افاق. طالبان در این مدت با راه اندازی سفرهای سیاسی و کشورهای مهم منطقه و قدرت‌های عمدتاً رقیب یا دشمن آمریکا مانند ایران و روسیه تلاش کردند پایگی سیاسی و مشروعیت جهانی خود را تقویت کنند و همزمان به واشنگتن نشان دهند که اگر توافقات‌ها فسخ شود قدرت‌هایی هستند که از طالبان در برابر آمریکا حمایت می‌کنند. این در حال است که انتظار می‌رفت آن گروه با استفاده از قدرت سخت افزار خود خوشنط‌های فاجعه‌بار را به گونه‌ای تشدید کند که این پیام به واشنگتن منتقل شود که جز پذیرش توافقات‌ها راه دیگر برای مهار طالبان وجود ندارد. اما آن گروه این مهم را نیز در نظر گرفته است که این اقدام ممکن است نتیجه عکس بدهد و جهان را بار دیگر علیه طالبان و مبارزه با تروریسم در افغانستان مصمم و متحد بسازد. بنابراین دیپلماسی را برمی‌گزینند و به تاکتیک‌های سیاسی برای مدیریت بازی به نفع خود رو آوردند. در یک نامه منصوب به کمیسیون نظامی طالبان که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به جنگجویان این گروه در تمامی ولایت‌ها دستور داده شده تا از پناه دادن خودسرانه به پیکارجویان خارجی خودداری کنند. در این نامه هشدار داده شده که اگر چنین کار صورت بگیرد، مسئولان ولایتی طالبان از سمت‌هایشان برکنار واحدهای جنگیشان منحل و برای مجازات به کمیسیون نظامی معرفی می شوند. این مکتوب در حال منتشر می شود که پیش از این افزون بر مقامات حکومت، برخی سازمان ها و مقامات خارجی نیز از ارتباط طالبان با گروه های تروریستی دیگر
مانند القاعده خبر داده بودند. اواخر ماه دلو سال جاری شبکه NBC به نقل است هماهنگ کننده تیم نظارتی سازمان ملل متحد نوشت ارتباط طالبان و القاعده هنوز قطع نشده است. همچنین حدود یک ماه قبل ریاست تفتیش وزارت خزانه داری امریکا در یادداشت عمومی وزارت دفاعی این کشور گفته بود که القاعده در جریان سال 2021 با حمایت طالبان فعالیت‌هایشان را تقویت کرده است. این گزارش‌ها در حال تانی واشنگتن در ادامه راه ترامپ یا بازنگری بر مفاد توافق ترامپ و طالبان در نهایت آن گروه را مجبور کرد تا گام‌های اولیه برای جلب اعتماد دولت جدید آمریکا را بردارد. طالبان اما سرگرم یک بازی هوشمندانه هستند. آنها سعی می‌کنند توپ را در زمین حریف خود قرار دهند و با توجه به اینکه یک توافق فوق‌العاده خوب در اختیار دارند که با آنان امتیازهای بی‌مانند اعطا کرده که حتی در صورت ادامه جنگ هم به آن نمی رسیدند. اکنون با همه بازیکنانشان در حال دفاع از این توافق هستند تا در ثانیه های پایانی بازی جنگ و سال بعد فرصت گلزنی ندهند. برای طالبان بسیار حیاتی است که راه طی شده برای دستیابی به توافق دهه دوباره از سر گرفتن نشود. آنها در حال حاضر این را می دانند که امریکا راهی به جز صلح ندارد، زیرا دیگر اراده برای جنگیدن در واشنگتن وجود ندارد. به همین دلیل آنها به رغم همه ادعاهایی که برای بقای ترامپ کردند نسبت به کار آمدن بایدن هم واکنش غیر منطقی نشان ندادند. حتی در شرایطی که پس از تغییر در ترکیب قدرت ادبیات سیاسی سران واشنگتن هم در قبال طالبان تغییر کرد و این امر امیدهای بسیاری را در اردوگاه کابل به وجود آورد. طالبان به مسابقه گیریان جنگ افزار هرگز نخواست با دمیدن بر آتش خشونت‌های بیشتر و سازماندهی حملات بزرگ شکست سران دولت بایدن را به یقین مبدل کنند و آن را فسق همه توافقات صلح با طالبان مصمم سازند. طالبان در این مدت با راه اندازی سفرهای سیاسی و کشورهای مهم منطقه و قدرت‌های عمدتاً رقیب یا دشمن آمریکا مانند ایران و روسیه تلاش کردند پایگاه سیاسی و مشروعیت جهانی خود را تقویت کنند و همزمان به واشنگتن نشان دهند که اگر توافق ده فسخ شود قدرت‌هایی هستند که از طالبان در برابر آمریکا حمایت می‌کنند. این در حال است که انتظار می‌رفت آن گروه با استفاده از قدرت سخت افزار خود خشونت‌های فاجعه‌بار را به گونه‌ای تجدید کند که این پیام به واشنگتن منتقل شود که جز پذیرش توافق ده راهی دیگر برای مهار طالبان وجود ندارد. اما آن گروه این مهم را نیز در نظر گرفت که این اقدام ممکن است نتیجه عکس بدهد و جهان بار دیگر علیه طالبان در افغانستان متحد باشد. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.